اینکه کار کردن با ادبیات در کشور من سخت بوده یه واقعیتی چون ایران تا این اواخر به زنها میدان حرکت نمیداده و زن یه جور شیعی حساب میشده نه انسان واقعی و نویسنده شدن به معنی زن کار مشکلی بوده من دومی نویسنده زن ایرانی هستم که رمان نوشتم اولیش مال خانم سیمین دانشوره به اسم سوشان و دومیش کتاب من سگ و زمستان بلند پس در نتیجه من جزء پیش قدم های ادبیات زنانه محسوب میشم و خب این مسئله آدم رو دچار مشکلات زیادی میکنه در مورد کتاب زنان بدون مردان همین کتابی که الان در دانمارک منتشر شده من دوبار به زندان رفتم چون صحنه‌ای که در حمام زن روسپی لخت نماز میخونه ضد اسلامی تلقی شده بود و خیلی به منو اذیت کردن در مورد این کتاب واقعیتی است که کار مشکلی ادبیات رو در ایران پیش ببریم برای مردها هم مشکله چون الان سانسور میداد میکنه و اجازه ندارید خیلی چیزا رو مطرح کنید و بنویسید در نتیجه همیشه این مشکل هست اینکه ثروتمندا دارن بیشتر و بیشتر میشن و مردم فقیرتر میشن ممکنه واقعیت داشته باشه اما در قدیم مردم فقیرتر بودن امروز یه حداقل زندگی رو دارن که باش زندگیشون رو اداره بکنن البته الان ثروت‌های افسانه‌ای شکل میگیره مثلا کسی که فیسبوک درست کرده 40 میلیارد دلار ثروت داره ولی این به این معنی نیست که ما فقیر شدیم ما داریم زندگی عادی خودمون رو میکنیم و دنیای فنی و تکنولوژیکی به گونه جلو میره که ثروتمندای حیرت انگیزی از میونشون بلند میشن نقش ادبیات در این میونه کاملا روشنه برسی به این حقایق بپردازیم یعنی بندیسیم که چجوری میشه این مشکل رو برطرف کرد به عنوان نویسنده ما موظف هستیم به مسئله فقر مردم توجه کنیم و اون رو مطرح کنیم تا شاید بشه راه حلایی برای حل این مشکل پیدا کنیم اینکه ساینس فیکشن چیه و نقش من در رابطه با ساینس فیکشن چی هست باید بگم من اول نویسنده ایرانی هستم که رمانی در مورد ساینس فیکشن نوشتم و برای ساینس فیکشن یک کلمه اختراع کردم به اسم داستان دانش و این کتاب هم به نظر من کتاب خوبیه منتها چون سابقه در ایران نداشته طبیعتا نقایصی داره یعنی پشتوانه ای نداره به خاطر اینکه اولین کاره که اینجوری به وجود اومده داستان دانش به نظر من نوعی جدیدی میتولوژیه یعنی اساطیر قدیمی در زمان ما میان به شکل داستان دانش در میان و این داستان دانش ها رو شکل های بسیار مختلفی دارن و اغلب میرن به عوالم ماورایی چون مثلا کره دیگری رو در نظر میارن که زندگی در اونجا چجوری میگذره یا آدم هایی رو به وجود میارن که در شکل ظاهریشون تغییرات اتفاق افتاده و غیره و خلاصه همون اساطیر هستن که در زمان حال به شکل مدرن شکل گرفتن و عمل رابطه اسطوره و ادبیات خیلی روشنه اسطوره ها اولین داستان هایی هستن که انسان نوشته و به طور معمول اسطوره مسائل خدایان رو مورد بحث و بررسی قرار میده
این اسطوره بیشتر میدانهای ماورایی رو در نظر میگیره و مد نظر قرار میده و خب خیلی طبیعیه که در ادبیات این مسئله، یعنی اینکه اولی داستانهای بشری شکل اسطوره‌ای دارن، نقش مهمی رو بازی میکنه. طولا دنیای ویژه نویسندگان به وجود آوردن آثاریست که قبل از اونها وجود نداشته. ضمناً الان دیگه در ایران نویسندگان زن در اقلیت نیستن. الان شاید در حدود 400 زن دارن مینویسن و رمان خلق میکنن و بسیار در این زمینه فعال هستن. نویسندگان که در خارج از کشور کار میکنن در سطح جهان پراکنده هستن و زن و مرد دارن کارهایی به وجود میارن و یواش یواش یک شکل ادبی مشخصی در خارج از کشور شکل گرفته. دارن کار میکنن و زندگیشون رو اداره میکنن.